بسم الله الرحمن الرحيم الر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. در ادامه مباحث خودمون پیرامون آیات مبارکه سوره یوسف به آیه دهم این سوره رسیدیم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. بعد از اینکه برادران با هم صحبت کردند و این فکر مطرح شد که یا یوسف را بکشیم یا او را به زمینی بیفکنیم که خالی از آبادانی باشه و دور باشد از ما، یکی از برادران گفت. اینجا قطعا یکی از برادران این مطلب رو گفته، به خلاف اون اقتلو یوسف که گفتیم بعضی میگن یکی از برادران بوده و روایت یا خلاص نقلی هم هست که شاید شیطان بوده، ولی اینجا قرآن صریحا میفرماد که اینه یکی از برادران مطرح کرد که حالا اونم اسمش ذکر شده. بعضی میگن که باز دوباره این یکی یهودا بوده یا اینکه لاوی بوده که قول به اینکه لاوی باشه مشهورتره و لاوی همون کسی است که از نسل او بعد حضرت موسی هستند. قال قائل منهم یکی از برادران گفت لا تقتلوا یوسف، یوسف را نکشید. اینجا حالا من خیلی تو این برنامه قصد ندارم نکات ادبی و بلاغی قرآن رو مطرح بکنیم، چون جایگاه خلاصه مباحث ادبیاتی و بلاغی و اینها بیشتر در یک جایگاه خاص مثلا در حوزه های علمیه یا جاهای مجامع علمی است. اینجا چون بیشتر میخواییم نکات تربیتی این سوره رو مطرح بکنیم کمتر مطرح میکنیم، ولی بعضی جا و حیف هم میاد واقعا خیلی قرآن زیبا مطرح میکنه. اینجا به صورت ضمیر نیاورده، نگفته لا تقتلوه او را نکشید، اسمش را میاره برای اینکه مفسرین ذکر کردن برای اینکه یه تنبیه و آگاهی باشد برای بقیه برادرها که اینی که داریم راجبش صحبت میکنیم یوسف برادرمونه. با ضمیر نیاورده که خلاصه لا تقتلوه که با ضمیر قائب باشد، بلکه اسم او را میارد لا تقتلوا یوسف و القوه، که اینه دیگه با ضمیر میارد. بلکه اگر شما میخواین حتما بر این تصمیمتون مصممید که او را از جلوی چشم پدر دور کنید، حالا اون راه خیلی بدتر انتخاب نکنید، نه اینکه او را بکشید، چون که از جلوی چشم پدر دور کردن میشه با کشتن باشه. راه های بهتری هم هست که دستمون به خون برادرمون آغشته نشه. بیاید چیکار بکنیم؟ او را به یک چاهی بیاندازیم، القوه فی غیابت الجب، البته نه تو چاه، تو خود آب چاه که باز دوباره اونم کشتن حساب میشه، چون کسی را که تو آب چاه بیاندازن این ممکنه که خلاصه خفه بشه در آب و غرق بشه و از بین بره. فی غیابت الجب، غیابت الجب چاه هایی که میکندن مخصوصا تو راه ها و اینها،
یک اون پایین چاه اون هم سطح با آب یه قسمتی و میگذاشتن که طرف میتونست رو اونجا بیسته و مثلا دلو خودش رو اگر تناب ندارد که بخواد از بالای چاه آب بکشه بتونه بره پایین اونجا بیسته، یعنی یک جای مثل حالت سکو مانند و آب برداره. اینجا بهش میگفتن غیابت الجب، یعنی یک قسمتی که تو آب نیست، پایین چاهه ولی داخل آب نیست، او را بگذارید تو اون قسمت آخر چاه نه در داخل آب. فی غیابت الجب تا چی بشه؟ یلتقطه بعض السیاره. سیاره یعنی کاروان هایی که اینها شغلشون مسافرت، سیر میکنن از این طرف به اون طرف و تجارت میکنن. بعضی از این کاروان ها بیان او را بیابند و او را به نقطه خلاصه نامعلوم و دوری ببرند تا دیگه جلوی چشم پدر نباشد و غرض شما هم که دور کردن یوسف از پدره حاصل بشه. خب این پیشنهاد را یکی از برادران داد. یه چند نکته در اینجا هست که خوب مطرح بشه. نکته اول این است که انسان وظیفه دارد که از گناه، هم گناه خودش و هم دیگران، تا اون جایی که میتونه جلوگیری به عمل بیاره. انسان نباید بی تفاوت باشد نسبت به گناه دیگران. این برادر از این صحبتش پیدا میشه نسبت به برادران دیگر بهتر بود و شاید حالا طبق بعضی نقل ها هم که البته خب نقل داستان حضرت یوسف زیاد شده تو روایات متعدد که بعضیش هم این روایات منصوبه به اهل بیت نیست، نسبت به کسان دیگه دادن، حالا ما با زرس قاطع این مطلب رو نمیگیم، ولی خب نقل شده که شاید اصلا این برادر از این مسئله خلاصه اذیت و آزار یوسف و دور کردن او از چشم پدر پشیمان شده بود، اما دیگه خلاصه نمیتونست کاری انجام بده چون او رو هم تهدید کرده بودن که تو هم اگر بخوای جلوگیری به عمل بیاری مثلا تو هم میکشیم یا برای تو هم درد سر ایجاد میکنیم. به هر جهت حالا یا کلن پشیمان شده بود یا میخواست از کشتن یوسف فقط جلوگیری بکند وگرنه او هم میخواست که یوسف از جلوی چشم پدر دور بشه، اینه دیگه قرآن راجبش صحبتی نکرده، ما برامون حالا خیلی مهم نیست. به هر جهت این نکته رو ما باید در نظر داشته باشیم که انسان نسبت به اعمال دیگران هم مسئوله و نباید بی تفاوت باشه. یه مثالی بین مردم معمولا شایعه که یه معنای بدی و ازش استفاده میکنن، میگن هر کس رو مثلا تو قبر خودش میخوابونن، کنایه از این که مثلا تو کاری به کار دیگران نداشته باش، اون داره گناه میکنه برای خودش بکنه. نه اینجور نیست. از دید قرآن و از دید اسلام و روایات و به قول معروف این مطالب فقهی که ما داریم، باب امر به معروف و نهی از منکر که فقها هم راجبش خیلی توضیح دادن، این مطلب برای ما مسلمه که انسان مسلمان نسبت به اعمال دیگران هم مسئوله، البته با یه شرایطی. این نیست که حالا هر کس هم بخواد تو کار کس دیگه دخالت بکنه و به هر نحوی هم که بخواد. این نیست که بی تفاوت باشه، این هم نیست که به هر نحوی که بخواد، نه. اسلام معمولا مطالبی رو میگه ولی براش حدود و موازین هم معین میکنه. این نیست که بدون حدود و موازین باشه. پس امر به معروف و نهی از منکر به این معنا که کار دیگران رو هم من نسبت بهش مسئولم. اگر میبینم دارن گناهی مرتکب میشن، این نیست که بی تفاوت سرم رو بندازم زیر بگم من برای خودم آدم خوبیم، کاری به اونا ندارم. این نیست. ولی موازینی هم داره، حدودی هم داره، شرایطی داره که حالا دیگه اینجا بیش از این نمیخوایم صحبت بکنیم. طالبینش میتونن به مباحث امر به معروف و نهی از منکر مراجعه بکنن. به هر جهت این برادر این نشد که حالا سرش زیر بندازید بگید من نمیکشم، شما اگه میخواین بکشید برید بکشید. در همین حد کار خوب انجام داد و شاید این که بعد انبیاء بعدی هم مثل حضرت موسی علیه السلام از نسل او شدن، شاید به همین خاطر بود که این
به قول معروف مردی رو در حق برادرش کرد و نگذاشت که اونها خلاصه یوسف رو بکشند. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، جلوگیری به عمل آورد از این عمل شنیعی که برادران تصمیمش داشتن. این یه مسئله. نکته یه بعدی، باز این آیه این مطلب رو به ما میرسونه که همه چیز دست خداست. ببینید اینها تصمیمشون اول بر کشتن بود، بعد که این برادر جلوگیری به عمل آورد گفت لااقل او رو بیندازید به قعر چاه. پس از لحاظ ظاهری اسباب ذلت و بدبختی برای یوسف مهیا شد. خب یوسف رو میاندازن تو چاه، بعدم قراره به عنوان برده بدن دست یکی از کاروانها که معلوم نیست او رو به کجا میبرد و از کنف حمایت پدر، پدری همچون یعقوب میخوان او رو دور بکنن. خب دیگه حمایت چه کسی بالاتر از حمایت پدر؟ به ذهن خودشون هیچ کس. ولی چرا؟ حمایت خدا بالاتر از حمایت هر مخلوقی، حتی اگر اون مخلوق یعقوب نبی خدا باشد. او را به ظاهر می اندازند به قعر چاه، ولی این قعر چاه اگر خدا بخواد مقدمه میشه تا یوسف بشود عزیز مصر، که اون وقت در دنیای اون زمان مصر جزء مهمترین کشورها و آبادانترین کشورها بود و مقام عزیز مصر هم جزء بالاترین مقاماتی بود که در مصر حساب میشد. حالا بعضی گفتن عزیزی مصر همون خلاصه پادشاهیه، بعضی گفتن نه، یکی از بزرگترین وزرای ملک و پادشاه میشد، مقامش مقام عزیزی. به هر جهت از قعر چاه اگر خدا بخواد طرف میرسه به عزیزی مصر. این یه نکته. و اما نکته پایانی و بسیار مهم در این آیه که الان برای ما شیعیان باید واقعا درس باشه، ببینید یوسف ولی خدا بود. اگر این ولی خدا را قدرش ندونستیم و او را به قعر چاه انداختیم و خودمون رو محروم کردیم از دیدار او، این تقصیر اون ولی خدا نیست. ما ایم که سبب شدیم او به قعر چاه برد و از جلوی چشم ما دور بشه. قدر یوسف رو ندونستن. یوسفی که هم از لحاظ ظاهری دنیوی برادری بود در نهایت حسن و جمال. ببینید یه وقتایی انسان خدا همه چیز رو جلوی چشمش میذاره و بازم غافل میشه. حالا یه وقت یه کسی ممکنست بگید که اینها اون ملکات باطنی یوسف رو درک نمی کردن و نفهمیدن. خدا حجت رو بر اونها تمام کرد. یوسف حتی از لحاظ ظاهری هم بی نظیر بود. اون وقت برادر این چنینی که از لحاظ ظاهری هم در نهایت حسن و جمال است، اگر ما نخواستیم و خودمون او رو به قعر چاه انداختیم و قدرش نداشتیم، وقت دیگران از او استفاده میکنن و ما محروم میشیم. عزیز مصر که قبل از یوسف عزیز مصر بود، او بعد یوسف رو خرید و قدر یوسف رو دانست و به همسرش گفت اکرمی مثواه، جایگاه او رو بلند بشمار و اکرام کن او رو، جایگاهش رو خلاصه جایگاه کریمانه قرار بده. اینجاست که میبینیم چه کسانی برادران یوسف رو محروم کردن از دیدار یوسف. خودشون با دست خودشون. اینطور نشد که ما هم الان شیعیان در این زمان و هر زمانی ما هم یوسف گمگشته خودمون رو خلاصه به چاهی بیندازیم که خودمون رو محروم بکنیم از استفاده و از برکات و از این نعمتی که خدا بر ما قرار داده. در تعبیر خواب حضرت یوسف، یعقوب پدرش به او گفت که این خوابی که تو دیدی داله بر این است که اتمام نعمت می شود به واسطه تو بر آل یعقوب،
یعنی نعمت اصلی برای آل یعقوب یوسف بود. خودشون دستی دستی این نعمت رو قرار دادن تو چاه. ما شیعیان هم نباید با اعمالمون، با رفتارمون، با کارمون، نه فقط ما شیعیان، کل مردم روی کره زمین، اگر نخواستیم ولی خدا را، خب خدا میگه شما نمیخوای، طوری نیست، من هم شما را از دیدار او محروم میکنم. این است که انسان ها خودشون رو از نعمت های الهی محروم میکنن. خدا هیچ وقت نعمتش رو از بنده سلب نمیکنه. خود بنده هست که با ندانم کاری، با جهل، با غرور، با نفهمی، اصلا من نمیدونم چه تعبیری باید براش کرد، انسان اینقدر در جهل فرو برد که یوسف برادر خودش رو به چاه بیاندازد و خودش رو محروم بکنه. ما از برادران یوسف کمتر نشیم و بدتر نشیم. امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی همونطوری که بعد از سالیان سال برادران یوسف رو، چشمشون رو به جمال یوسف روشن کرد، یوسف حضرت زهرا رو هم خدا انشاءالله برای ما برساند و چشم ما رو هم به جمال مهدی فاطمه سلام الله علیه و عجل الله تعالی فی فرجه روشن بکنه و انشاءالله ما رو از یاوران ایشون قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.